سلام به همه شما دوستان عزیزم. امروز میخوام به شما 4 روش سریع پولدار شدن که هرگز شما رو ثروتمند نمیکنه باهاتون صحبت بکنم. ای کاش یه روشی وجود داشت تا سریع پولدار میشدیم و هر چیزی رو که میخواستیم میخریدیم. اما آیا میدونستید این آرزو چقدر میتونه خطرناک باشه؟ چون افراد سودجو روز و شب به دنبال کسایی میگردن که چنین آرزویی دارن تا به اونها برنامه‌ای مبنا بر سریع پولدار شدن بدن و اونها رو نه تنها پولدار نکنن، بلکه هر چه دارن رو به علاوه زمانشون رو ازشون بگیرن. این افراد پیشنهادهایی با این مضمون که میتونید این کار رو با هفته 4 ساعت سریع به صورت تضمینی پولدار بشید و پول پاره کنید بهتون میدن. این افراد در یک کلام میخوان مثلا شما رو سریع پولدار بکنن و خب این وجود داره، اما در واقعیت اگه میخواید ثروتمند بشید و پول پاره کنید باید سخت تلاش کنید و برنامه خودتون رو داشته باشید. اما با این اوصاف 4 روش فوق‌العاده مشهور برای ثروتمند شدن در جامعه ایمون رایج شده که بهتره در رابطه با اونها بیشتر بدونید، چون این برنامه‌ها شاید شما رو هرگز ثروتمند نکنه یا اصلا ثروتمند بکنه. 4 روش سریع پولدار شدن که هرگز شما رو ثروتمند نخواهند کرد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت توی بورس. اگه واقعا از دنیای بورس و سرمایه‌گذاری اطلاعاتی ندارید و با اون آشنا نیستید، احتمالاً از طریق تبلیغات دوستاتون یا کارگزاری بورس با این بازار آشنا شدید. هر کسی که بازار بورس رو به شما معرفی کرده، احتمالاً در وصف اون از کم کار کردن و سود زیاد صحبت کرده که راغب هستید وارد این بازار بشید. به زبان ساده برنامه ثروتمند شدن سریع شما از طریق بازار بورس این صورتی که شما مبلغ رو توی این بازار میاد سرمایه‌گذاری می‌کنید، یه قسمت کوچیک از سهم شرکت رو به عنوان مثلا مبلغ 100,000 تومان می‌خرید، سپس با افزایش ارزش شرکت قیمت سهم شما هم ارزش پیدا می‌کنه و تبدیل میشه مثلا به 1,000,000 تومان و پول شما مثلا 10 برابر میشه. اما در واقعیت اصلا اینطوری نیست. شاید مثال‌هایی از سهام قدیم به شما نشون بدن که چنین شده و چنان نشده، اما در اصل هیچ سهمی بدون دلیل منطقی هیچ عنوان جهش 10 برابر نمیتونه داشته باشه. سرمایه‌گذاری توی بازار بورس نیازمند تخصص تکنیکال یا تحلیل نمودار و تحلیل خبریه و فردی که توی این بازار سود میکنه تخصص اونو داره و به صورت علمی معامله میکنه، نه از روی شانس به امید 10 برابر شدن ارزش سهامش. شرکت‌های هرمی یا شبه هرمی و شبکه‌ای. این شرکت‌ها که به تازگی نوع بازاریابی شبکه‌ای اون در کشور ما رایج شده، بر این مبنا فعالیت میکنن که شما یه مدتی کار میکنید تا زیرمجموعه شما بزرگ بشه و بعد از اون زیرمجموعه شما برای شما کار میکنه و فقط شما تو خونه دستید و پاتون رود پاتون انداختید و دارید پاداش کارتون رو دریافت میکنید. این قول و وعده ها نه تنها پوچ و تو خالیان، بلکه هیچ دخلی به ثروتمند شدن و توانایی کسب ثروت ندارن. برای مثال در بازاریابی شبکی برای شما برنامه ثروتمند شدنتون رو میان رسم میکنن و یه اعداد و ارقام رو بهتون نشون میدن و شما رو میان توجیه میکنن که تا یه سال به 1000 برابر درآمدتون بر اساس درآمد امروزتون میتونید دست پیدا بکنید. یعنی 1000 برابر اون چیزی که شما امروز درمیارید رو توی یه سال دیگه دستتون خواهد بود. اما در اصل اینها اعدادی هم توی دنیای خیال و توهم. نمونه این شرکت های بازاریابی شبکی توی ایران الان هست، مثل شرکت بیزملن یا شرکت های مثلا فورشن سولوشن یا شرکت های دیگری که توی ایران دارن فعالیت میکنن. در شرکت های هرمی شما باید کاغذ یا سکه های مخصوص به اون مجموعه رو بفروشید و با فروش اونها سود کسب بکنید و زیرمجموعه شما هم با فروش اون سود میکنن و شما بخشی از سود زیرمجموعه تون رو هم کسب میکنید. این طرح نه تنها عملی نیست، بلکه ضد اقتصاده و خوشبختانه تو کشورمون هم ممنوعه. یادتونه یه زمانی گولد کوست اومده بود توی ایران و این دقیقاً مبنی بر همونه که آقا اگر شما الان اومدی سکه رو خریدی، یا مثلا میگن آقا سکه طرح امام داریم یا سکه پاپ رو داریم یا هر چیز دیگه، این دقیقاً میشه گفت که هیچ خاصیتی نداره و عملاً ضد اقتصاده. تو شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای هم قرار شما بیاد یه محصول رو به جای کاغذ بفروشید و زیرمجموعه بگیرید و زیرمجموعه شما هم زیرمجموعه بگیرن. این برنامه میتونه مفید باشه، اما به یه شرط، اگه که اصل فعالیت اون بر پایه فروش باشه نه بر پایه زیرمجموعه گیری، به امید اینکه یه روزی زیرمجموعه شما برای شما کار بکنه. الان مثلا تو شرکت های مثل بیزا ام ال ام و اینا که تو ایران الان به وجود اومدن دقیقاً همین کارو انجام میدن. میگن آقا برید زیرمجموعه بگیرید و بعد کلاس بذارید برای زیرمجموعهاتون. اول میاد توی کلاس های مخصوص شرکت میکنید، بعد از یه مدتی میگن که شما برای اینکه بتونید به سود برسید هر ماه باید خرید بزنید، مثلا 400,000 تومان خرید میکنی، یه جنسی که قیمتش 100,000 تومان باشه رو به شما 150,000 تومان میفروشن و شما همون
همون جنس رو توی بازار میتونی با قیمت 90,000 تومان حتی پیدا بکنی و بعد میگن شما اگر خرید انجام بدی به ازای هر 400 تومان به عنوان مثلا 8,000 تومان سود میبری. اگر زیر مجموعه شما به قدر قدرتمند بشه، مثلا 100,000 نفر عضو بشن یا 10,000 نفر عضو داشته باشید، شما سال بعد و با خرید زیر مجموعه هاتون میتونید به راحتی تا 8 میلیون 80 میلیون یا 800 میلیون تومان در ماه به درآمد برسید. وقتی طرف بیاد 400,000 تومان 4 قلم جنس بخره که ارزان‌تر از اون توی بازار پیدا میکنه، هیچ زمانی نمیاد برای اینکه به سود 8,000 تومانی برسه بیاد همچین خریداری رو انجام بده. فروش کالا میتونه به نفع اقتصاد باشه چون گردش پولی ایجاد میکنه. یه شرط موفقیت اینتر تولید محصولات با کیفیت تا مردم در تقاضای اون بتونن اون جنس رو تهیه بکنن و در مردم تقاضای اون به وجود بیاد که این کالا رو بخوان خرید انجام بدن. شرکت‌های هرمی که فعالیتشون تقریبا منسوخ شده و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای هم که الان فعالیتشون واقعا زیاد شده تو ایران، باید بدونیم که هیچ کدوم از اونها نه تنها شما رو ثروتمند نخواهد کرد، بلکه ممکنه به دایره دوستی شما هم لطمه وارد بکنه، چون شما باید پیوسته دوستاتون تقاضا کنید که به شبکه شما بپیوندن. درسته میگن آقا شما نمیخواد اون 100 نفر رو دعوت کنید، فقط 2 نفر رو قرار پیدا بکنی، اما همون 2 نفر که قرار 2 نفر 2 نفر دوستان خودشون رو دعوت بکنن، این اتفاق براشون میفته. من سال 86 بعد از اینکه 10 سال از یه فردی خبر نداشتم، ساعت 8 شب یه شب دیدم در میزنن، درو باز کردم، دیدم یکی از رفقامه که 10 سال ندیدمش. اونم گفت محمود تو رابطه خیلی خوبی داری، منم خیلی دوستت دارم، اگر امکان داشته باشه من میخوام یه بیزینس رو بهت معرفی بکنم که همچین کنه و چنین و کسب درآمد خیلی خوبی داری و میتونی پول در بیاری و فلان است و بهمان. در حالی که من بهش گفتم خب دوست عزیز شما که الان داری میگی، من اینو سال 82 به معرفی کردم و خب هیچ سودی هم نداره، شما هم علکی داره وقتتون میگذرونی. گفت باشه، من میرم کارمو انجام میدم، چند سال دیگه دوباره همدیگر میبینیم که من چند قدم از تو جلوترم. و دقیقاً چند سال بعد دیدمش، گفتم چه حرکتی داری انجام میدی؟ گفت چیدن مغازه بابام نشستم دارم لاپ فروشی انجام میدم. توی این شرکت ها و فعالیت ها فقط افراد نوک هرم در حال سود بردنن. هر کسب و کاری که پیش نیاز اون خرید یه نوع محصول یا خدمات خاص باشه، یکی از اون 4 موردیه که شما میتونید از طریق اون ثروتمند نشید. اگه واقعا جویای کار بوده باشید یا نیازمندی روزنامه ها رو واقعا به دنبال کارهای پولساز بگردید، احتمالا با یه سری آگهی های روبرو میشید که به شما وعده پولدار شدن سریع نمیدن، اما به شما تضمین میکنن درآمدی بیش از درآمد میانگین اطرافیانتون رو به راحتی میتونید در ماه به دست بیارید، فقط اگه تو دوره اونها شرکت بکنید یا بسته اونها رو بخرید یا بسته کاری اونها رو سفارش بدید. هستن مجموعه هایی که در ایران همکنون در حال کسب درآمد از این طریق هستن و میان میگن آقا ما میتونیم به شما کسب درآمد یاد بدیم، شما یه سی دی آموزشی از ما خرید میکنی به 35,000 تومان و بعد میتونی در ماه میلیاردر بشی، به این شکل که میتونی بعد از تهیه دستگاه، بعد از تهیه سی دی، میتونی یه دستگاه تولید فیلتر هوای خودرو از ما تهیه بکنی و از طریق اون فروش خیلی خوبی رو در بازار داشته باشی و بعدم اینکه شما مجبور میشی 1,500,000 دلار پول اون دستگاه رو بدی، بعد شروع میکنی به تولید بدون اینکه قرار باشه جوانب کار رو بررسی کرده باشی یا بازار رو سنجیده باشی، اما بعد از اینکه وارد میشی دستگاهی خریدی، سی دی خریدی و شروع کردی به تولید و یه عالمه از مواد خام این محصولات رو مصرف کردی، تو مرحله تولید که میرسید تموم میشه و بعد میخواد بفروشید، هیچ مشتری برای شما وجود نداره و اون مجموعه هم هیچ مسئولیتی در مورد فروش محصولات شما نداره، چون اگر قرار باشه محصولات رو برای شما بفروشه خودش میتونه به راحتی تولید بکنه و فروش خوبی رو انجام بده. سعی کنید از آگهی‌ها و افرادی که شما رو ثروتمند می‌کنن به شرطی که خواستین اونها رو اجرا کنید بپریزید. این افراد اگه بلد بودن ثروتمند بشن، هرگز آگهی‌هایی برای پول به دست آوردن منتشر نمی‌کرد. مورد بعدی این که فروشگاه، کسب و کار و فروش آنلاین اینترنت. اگه از آشنایتون کسی وبسایت یا وبلاگ داره، ازش بپرسید چقدر اداره و پیشبرد یه وبسایت یا یه وبلاگ کار سخت و طاقت فرساییه. اما با این وجود شرکت‌هایی هستن که بعدهای پولدار شدن سریع از طریق فعالیت‌های آنلاین مثل کلیک کردن روی یه سری تبلیغات خاص یا نوشتن مطلب یا غیره رو میان به افراد میدن تا اونها رو جذب بکنن. واقعیت خیلی ساده است. هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به اندازه وقتی که صرف اونها می‌کنید براتون پولساز نیستن و نخواهند بود. شاید پولی از طریق اون به دست آوردید، اما بدونید هرگز هرگز و هرگز با اون ثروتمند و پولدار نخواهید شد. کسب و کارهای اینترنتی با این ذهنیت در مردم جا افتاده که شما در خواب نیز می‌تونید پول در بیارید. اما این اشتباهه. شاید در خواب خریدی انجام بشه، اما از طرف دیگه شما 24 ساعته باید کار کنید. چه در دنیای آفلاین سختی خودشو داره و نیازمند تلاش و پشتکار برای موفق شدن بیرون کاره. اگه کسی یا مجموعه‌ای به شما پیشنهاد میکنه از روش‌های خاص استفاده کنید تا سریع پولدار بشید و در رفاه کامل زندگی کنید، اصلا باور نکنید. ثروتمند شدن یک درآمد خوب داشتن و در این حال در رفاه زندگی کردن نیازمند تلاش سخت، صبر و پافشاری و همتیه که باید داشته باشید. هیچ کدوم از ثروتمندا با یه ترفند ساده ثروتمند
نشدن. ممنون از اینکه ویدیوی امروز رو هم پیگیری کردید. موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون.